ستاره هالیوودی یکی از موفق‌ترین، زیباترین و با استعدادترین ستارگان دنیای هالیوود است. این ستاره 45 ساله خواننده، رقاص و مدل کلمبیایی است. نام او ریشه عربی داشته و به معنی شاکره، یعنی کسی که سپاسگزار است. شکیرا ایزابل مبارک ریپول در تاریخ 2 فوریه 1977 متولد شد. این ستاره آثار بسیار خوبی در کارنامه‌اش دارد. این خواننده لاتین از سال 2011 تا 2022 با فوتبالیست اسپانیایی جرارد پیکه در ارتباط بود و حاصل این ارتباط دو فرزند پسر به نام میلان 10 ساله و ساشا 7 ساله می باشد. اما متاسفانه این رابطه بعد از 11 سال به پایان رسید و این خبر از سوی هر دو سلبریتی تایید شد. شکیرا جوایز زیادی را تا به امروز از آن خود کرده. یک بار هم نامزد جایزه گلدن گلوب شده. این ستاره در کارش آنقدر توانمند است که ملکه موسیقی لاتین نام گرفته. با وجود این همه محبوبیت و شهرت، طرفدارانش در رسانه‌های اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر هم می‌شوند. خیلی از طرفدارانش مشتاقند سن، سبک زندگی، قد، وزن و تاریخ روابط شکیرا را بدانند. به همین دلیل تصمیم دارم در این مطلب بیوگرافی کامل شکیرا و جرارد پیکه، قد، وزن، فرزند و دلایل جدایی آنها را با شما به اشتراک بگذارم. به کانال حکایت زنان تاریخ خوش آمدید. لطفاً قبل از دیدن ادامه این ویدیو ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم لمس کنید و برای ارائه ویدیوهای بهتر نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. شکیرا مدل، ترانه‌سرا و رقصنده حرفه‌ای کلمبیایی است که در تاریخ 2 فوریه سال 1977 به دنیا آمده. شکیرا مادری کلمبیایی و پدری لبنانی دارد. نام مادرش نیدیا ریپول و نام پدرش ویلیام مبارک چادید است. شکیرا تنها فرزند خانواده بوده و در موسیقیش برای هر دو سبک کلمبیایی و عربی احترام قائل است. جالب است بدانید که موسیقی این ستاره ترکیبی از سبک‌های کهن و فرهنگ غنی هر دو کشور است، هم کلمبیا و هم لبنان. پیش از این اشاره کرده بودم که نام شکیرا ریشه در زبان عربی داشته و به معنای شکرگزار می باشد. اما او مسیحی کاتولیک بوده و با آیین این دین بزرگ شده. دوران مدرسه او هم در دبستانی کاتولیک سپری شده. الهام بخش شکیرا پدر و مادرش بودند. این ستاره اولین آهنگش را زمانی نوشت که 4 سال داشت. نام آهنگش هم روز کریستالی بود. شکیرا وقتی تنها 13 سال داشت، اولین قراردادش را با کمپانی سونی موزیک کلمبیا بست. علاوه بر نوشتن آهنگ و رقص، این سلبریتی با استعداد جوایز بسیاری هم از آن خودش کرد. از جمله چندین جایزه گرمی و امریکن موزیک ادوارد. البته این را هم بگویم که 2 آلبوم اول این ستاره با نام‌های ماگیا در سال 1991 و پیلگرور در سال 1993 چندان موفق نبود. اما شکیرا پس از آن آلبومی منتشر کرد به نام پایز دسکارلوس. این آلبوم منتشر شده در سال 1995 موفقیتی بزرگ برای ستاره جوان و تازه کار بود. راه موفقیت برای شکیرا هموار و ساده نبود. شکیرا برای رسیدن به جایگاه کنونی شکست‌هایی را تجربه کرد، مانند شکست‌های پشت سر همه آلبوم‌هایش. اما او آنقدر توانمند بود که هرگز عقب ننشسته تا بالاخره به پیروزی رسید. همین جای داستان بود که نام و چهره‌اش نزد همه محبوب و به عنوان خواننده مطرح شناخته شد. البته در آن دوران هنوز رکوردی به نام او ثبت نشده بود. شکیرای 20 ساله همراه خانواده‌اش به میامی مهاجرت کرد. همانجا بود که شکیرا نوشتن آهنگ به زبان انگلیسی را شروع کرد. در همین دوران با موزیسین‌های مطرحی از جمله امیلیو استفان و گلوریا استفان کار کرد. شکیرا تبدیل به موتوری پرکار در زندگی شد، یعنی ستاره‌ای که همزمان هم خواننده بود و هم به عنوان مدیر و تولید کننده موسیقی کار می‌کرد. این ستاره اولین آلبوم موسیقیش به زبان انگلیسی را در سال 2001 منتشر کرد. به محض انتشار آهنگ شهرتش همه جا را گرفت و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. موفقیت بی‌نظیر او در آمریکا همانی بود که خودش همیشه انتظارش را می‌کشید. این آلبوم سومین مقام را در جدول به دست آورد و بیش از 2000 نسخه از آن در هفته اول انتشار فروش رفت. این موضوع که شکیرا با آلبوم لاندری سرویس به شهرت رسید و نامش را برای همیشه میان ستاره‌های بزرگ ثبت کرد، حقیقت محض است. طرفداران عاشق این آهنگ شده بودند و همه جا با آن می‌رقصیدند.
اما موفقیت های این ستاره به این آلبوم ختم نشد. پس از این شکیرا همراه با ویسلیف جین آهنگی خوان. این آهنگ برای مدت زیادی شماره یک لیست 100 مورد از بهترین آهنگ ها بود. شکیرا در مصاحبه‌ای که با مجله وومن هلس داشت گفت نام آهنگ را هیپس دونت لاید انتخاب کردم، چون خیلی خوب می دانستم این آهنگ کی تمام می شود و کی به مرحله انتشار می رسد. شاید به نظر شما کمی خرافی باشد، اما این ستاره گفته هر وقت بدنم خارش بگیرد می دانم که آهنگم به زودی منتشر می شود. نام این آهنگ هم همین است، بدنم دروغ نمی گوید. جالب است بدانید شکیرا قبل از پیکه به مدت 10 سال با وکیلش آنتونیو دلاروا که پسر رئیس جمهور آرژانتین بود در ارتباط بود. آنتونیو متولد 7 مارس 1974 و یک وکیل آرژانتینی و پسر رئیس جمهور سابق فرناندو دلاروا که از سال 1999 تا 2001 آرژانتین را اداره می کرد بود. او در دوران ریاست جمهوری پدرش مشاور پدرش و یکی از رؤسای ستاد انتخابات ریاست جمهوری پدرش بود. او و شکیرا در سال 2000 با هم آشنا شدند و در نهایت در سال 2010 از هم جدا شدند. اگرچه آنها همچنان رابطه حرفه‌ای خود را حفظ کردند، زیرا آنتونیو وکیل شکیرا بود، تا اینکه در سال 2013 آنتونیو از شکیرا درخواست غرامت کرد، چرا که معتقد بود در رشد و پیشرفت این خواننده نقش داشته، اما این پرونده توسط دادگاه رد شد. جرارد و شکیرا در سال 2010 و در پشت صحنه موزیک ویدیو واکا واکا در جام جهانی 2010 با هم آشنا شدند. فرزند اول این زوج میلان پیکه در 22 ژانویه سال 2013 به دنیا آمد، یعنی در حال حاضر 10 سال دارد. 2 سال بعد هم فرزند دومشان به دنیا آمد، ساشا پیکه در 9 ژانویه سال 2015 به دنیا آمد و در حال حاضر 8 سال دارد. طرفداران از شکیرا پرسیدند که با وجود دوست داشتن جرارد چرا هرگز با او ازدواج نکرده. شکیرا هم در مصاحبه با مین 60 این گونه گفته که نمیخواهد دوست پسرش او را به چشم زنش نگاه کند. به نظر او ازدواج همه چیز بینشان را به هم میریزد. اخیراً شایعه‌ای در خصوص جدایی این دو سلبریتی بعد از 11 سال زندگی مشترک پیچید و در نهایت این دو طی بیانیه این شایعه طرح را تایید کردند. برخی از رسانه‌های خارجی دلیل این جدایی را خیانت جرارد پیکه به شکیرا اعلام کردند. شکیرا پیش از اقامت در میامی مدت زمان زیادی را در بارانکویلا بود. همانطور که قبلا هم گفتم اولین آهنگش با نام روز کریستالی زمانی نوشته شد که او تنها 4 سال داشت. شکیرا گفته در آن زمان پدرش با ماشین تایپ داستان می نوشت و همین هم باعث می شد او در مورد نوشتن خیلی کنجکاو باشد. کریسمس بود که شکیرا با گریه زیاد بالاخره به خواستش رسید و پدر و مادرش برایش یک ماشین تایپ خریدند. شکیرا همین حالا هم برای نوشتن شعرهایش از این ماشین تایپ قدیمی استفاده می کند و می گوید که این بهترین چیزی بود که هدیه گرفته. خب چون تا به حال تمام شعرهایی که با این ماشین تایپ نوشته شدند تبدیل به موسیقی شدند و ما کم و بیش با آنها آشنا هستیم. شکیرا زمانی که تنها 2 سال داشت برادر ناتنیش را در حادثه ای از دست داد. پدر برای پوشاندن چشم‌های پرغصه‌اش از شکیرا عینک دودی به چشم می‌زد. غم پدر 6 سال طول کشید و شکیرا که هر روز این غصه را در چهره پدرش می‌دید، آهنگی نوشت به نام Your Dark Glasses، یعنی عینک‌های سیاه تو. شکیرا برای اولین بار خانواده پدریش را در رستوران خاورمیانه دید. در این رستوران بود که این ستاره برای اولین بار صدای ساز تنبک را که از اصلی‌ترین ابزارهای موسیقی عرب است شنید. صدای ساز تنبک شکیرای 4 ساله را آنقدر هیجان زده کرد که همانجا روی میز شروع کرد به رقصیدن. همین تجربه بود که الهام بخش رقصیدنش در سایر مراحل زندگیش شد. خود شکیرا گفته که در مدرسه هم همیشه می‌رقصیده و جوایز متفاوتی را از آن خودش کرده. شکیرا در ادامه تجربه‌های مدرسه‌اش اینچنین گفته که همیشه دوست داشته در کنار دوستان همکلاسی‌اش فعالیت داشته باشد، اما به خاطر لهجه زیاد معمولاً او را خیلی جدی نمی گرفتن. گفته شده که معلم او با شنیدن صدای بلند شکیرا به او خندیده و گفته که صدایش شبیه بز است. البته که بعدها به همه جهان ثابت شد که صدای او نه تنها مانند صدای بزها نیست، بلکه جادویی و شنیدنی است. شکیرا ملکه موسیقی پاپ، هم خواننده است هم رقصنده.
جدای از این دو فصل مربی مسابقه خوانندگی وایس هم بوده و مدلی موفق است. بر اساس گزارشات به دست آمده، ارزش دارایی های این ستاره چیزی در حدود 350 میلیون دلار است. شکیرا موفق ترین خواننده کلمبیایی حال حاضر است. بهترین آلبوم های شکیرا با فروش 70 میلیون کپی رکورددار فروش هستند. مادر این ستاره کلمبیایی و پدرش لبنانی است. شکیرا با هر دو زبان مادری و پدریش به یک اندازه برخورد داشته و به هر دو هم مسلط است. سبک موسیقی هر دو کشور لبنان و کلمبیا در آهنگ‌های این ستاره به وضوح دیده می‌شود. درست است که زندگی این خواننده پرکار، شلوغ و پر از برنامه‌های فشرده است، اما با این وجود شکیرا سازمانی بنا نهاده به نام پایس دس کارلوس. این مؤسسه به بچه‌های فقیر کلمبیا کمک می‌کند تا تحصیلی بهتر داشته باشند. این هم از بیوگرافی کامل شکیرا، یکی از موفق‌ترین، زیباترین و با استعدادترین ستاره‌های هالیوودی. نظر شما در مورد شکیرا چیست؟ لطفاً برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید و برای ارائه ویدیوهای بهتر نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید و ما رو همراهی کردید.